بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارت لخوا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو درې سوه اتیا ورځو بشپړېدو سره هم مهال د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي چې افغانستان کې تعلیمي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغه موسسه وایي چې په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې شاوخوا 9 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له ګواښ سره مخ دي، چې په دغو هیوادونو کې بیا تر ټولو لوی ګواښ د افغانستان ماشومانو ته متوجه دی. سلامونه، ستړي مه شئ. زه عبدالروف ځاځی یم، د ډیالوګ خپرونې ته هرکلی وایم. په نن خپرونه کې د ښوونځیو او همداراز د ماشومانو پر تعلیم په افغانستان کې بحث لرو، چې افغانستان کې د تعلیم په برخه کې څومره ستونزې دي او خلک څومره د ستونزو سره مخ دي، او بله لویه مسله چې یو کال شو تر اوسه پورې دې ته حل لار پیدا نه شوه چې د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لاړ شي، زده کړو ته دوام ورکړي. او بیا دغسې د نړیوالو اندېښنې چې د افغانستان په اړه بېلابېل راپورونه خپروي، دا څومره د اندېښنې وړ دي او دې د مخنیوي لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره او د تعلیم لپاره چې د زده کوونکو لپاره یو ښه زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان ټول وګړي په دې وتوانېږي چې په ارامه او په سمه فضا کې د زده کړو مرکزونو ښوونځیو ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو پر همدې مسایلو باندې بحث کوو په بحث کې راسره په خپرونه کې قدرمنه میلمنه د ښځو حقونو فعاله سرایا پیکان راسره دی. آغلی پیکان، سلام، ستړی مشې، مننه چې زموږ بلنه مو منله او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. آغلی پیکان، د ماشومانو خوندیتوب نړیوالې موسسې چې دا کوم راپور خپور کړی دی چې د افغانستان تعلیمي نظام د سقوط له ګواښ سره مخ دی، دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ سلام به شما و شنوندگان شما. موضوع درس و تعلیم و سیستم درسی در افغانستان یک مدت طولانی هست که اصلا از توجه بدور است، مخصوصا زمانی که طالب ها به قدرت رسیدند. موضوع درس و تعلیم دختران مورد سوال قرار گرفت و در اینجا بحث های زیاد صورت گرفت. دنیا هم متوجه موضوع شد که حق درس و تعلیم بر دختران محدود شده، مخصوصا دختران بعد از سنف ششم. در این زمینه نهادهایی که در عرصه درس و تعلیم در جهان اینا فعال هستند، نگرانی خود در چون کشورها مثل افغانستان و سومالی و امثال کشورهای جنگ زده، نگرانی خود را اینا ابراز میکنند. افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که یک مدت طولانی جنگ در کشور دوام داشته و بدون شک جنگ تاثیر خود بالای سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور داشته. اگر در مراکز درس و تعلیم بوده، ولی در شرایط جنگی در اطراف قریه و قرا مکتبها به گونه های مختلف مسدود بوده و دخترها و بچه های که در مکتب باید درس می خواندن از درس محروم بودن. حالا که می بینیم هیچ تحول در درس و تعلیم نیست، وجود نداره، نگرانی نهادهای علمی و تعلیمی بجا هست. مثلا در هر دوره باید درس و تعلیم نصاب درسی تحول پیدا بکنه، تغییر بکنه و مطابق به خواست و نیاز جامعه باید تغییرات در او وجود بیاید. متاسفانه در افغانستان هنوز درهای مکتب بسته است و هیچ اجازه درس و تعلیم به دخترها داده نمیشه. و اگر در یک گوشه از کشور درس و تعلیم وجود داره، آن هم باعث پیشرفت کشور ما نخواهد شد، به خاطر از اینکه مکتب ها با هم به گونه سیستماتیک و با یکدیگر پیوست هستند، مخصوصا که دخترها اگر از درس و تعلیم باز میمانند، در حقیقت ما یک بخش از جامعه را بدون دانش و علم رها کردیم و برشان هیچ توجهی نداریم. به این خاطر است که باید در این قسمت نهادهای جهانی هرچه بیشتر فشار وارد بکنند تا بتانیم که درس و تعلیم دوباره سیستم را که در حال سقوط است این را دوباره احیا بکنیم، تا بتانیم از درس و علوم تجربی و مدرن مستفید شویم و از این طریق بتانیم مصدر خدمت به مردم افغانستان شویم. آقای پیکان، دغه نړیوال بنسټونه چې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه خپروي،
دوی دغه راپورونه په کوم شکل او په کوم اساس باندې خبروي؟ دوی دلته مرکزونه لري که یوازې هماغه په بهر کې ناستې یوازې دغه سوړ جنګ مخته وړي او د خلکو منځ کې تشویش را پیدا کوي او نه غواړي چې دا هیواد پرمختګ وکړي؟ خب یک موضوع ای هست که عملا دیده میشه، مکتب دخترها از یک سال بیشتر میشه که بسته است. ایده خو همه دنیا میبینه و این یک راپور موثق است. و موضوع دیگه ای است که اجازه درس رفتن به دخترها داده نشد و هر قدر که دنیا در این قسمت پافشاری نمود، طالب ها توجه نکردن. و موضوع دیگه که این نهادها چگونه این راپور را میگیرن، رسانه ها فعال هستند و در همه جا نشر میشه و از این طریق میتونن که اینا راپورهای خود را تهیه بکنن و نشر بکنن. خود مردم افغانستان منبع راپوردهی است. خودشان چون مشکل درک میکنن و اولادشان به درس و تعلیم نمیره، خود دخترای افغانستان تماس میگیرن و از وضعیت درسی و از وضعیت مکتبها در افغانستان خود از اینا گزارش میدن. و این نسبت است که فعلا فکر نکنم که اتا اگر این نهادها نمایندگی خود در افغانستان نداشته باشه، با آن هم میتوانن که از وضعیت کشور با خبر باشن. ولی اکثر این نهادها در داخل افغانستان بوده در گذشته ها هم و آل هم بعضن فعال هستند و وضعیت فعلی افغانستان مطالعه و بررسی میکنن و گزارش های خودم بر مبنای از او تهیه میکنن. مخصوصا نهادهای بین المللی مثل یونسکو، خود یوناما یعنی مرکزیت نهادهای سازمان بین المللی هست، اینا را پورا را توضیح میکنن و تمام نهادها اگر از در بخش اقتصادی هست، در بخش درسی هست، تعلیمی هست یا در موضوع حقوق زنها هست، همه را به نهادهایی که مرتبط میشه توضیح میکنن و اونا گزارش های خود بر مبنای ازی تهیه میکنن. دغه نړیوال بنسټونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري، له بلې خوا بیا په افغانستان باندې محدودیتونه وضع کوي. نو کله چې افغانستان د تحریمونو او د بندیزونو لاندې وي، هغوی به څنګه وتوانېږي چې دغسې د نړیوالو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي؟ که په تعلیمي برخه کې ده یا د فقر برخه کې ده، نو ولې دوی د خپل تحریمونه نه لرې کوي؟ که چېرته د افغانستان سره د نړیوالو مرسته وي او تعامل وي او په تیر په څیر باندې کومکونه ورسره وي، ډېر امکان شته چې دغسې د دوی اندېښنه چې تعلیم په اړه لري دا رفع شي او خلک په اسانه او په آزاده فضا کې وکړی شي، خپل تعلیم ته به هم دوام ورکړي او د دوی د اندېښنې به هم رفع وي؟ خب طالبا و دنیا هنوز نتانستن که با هم مشکل خود حل بسازن. مثلا امضای توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبها و بندهای از این توافقنامه ای عملی نشده و این نسبت است که هر دو جانب در اینجا تخطی های داشتن و این مشکل باعث شده که دنیا حکومت نشناسه رسما. وقتی که دنیا حکومت نمیشناسه، در این صورت است که حتی فشارهای هم که بالای حکومت طالب بیاره عملی نمیشه. و از جانب حکومت طالب ها مسئول هستند که بر مردم خود خدمت بکنن. اینا منتظر کمک های بشری، با وجودی که کمک بشری نقدینه ها هر چند هفته میبینیم که به میلیون ها دلار داخل افغانستان میشه تحت نام کمک های بشر دوستانه و باید بر مردم خود اینا کمک ها را ادامه بدن و بگونی حاکم از طالب ها در افغانستان و عواید داخلی افغانستان اینا به دست دارن و صلاحیت از اینه دارن. اینا میتونن که موضوع درس و تعلیم که یک کار داخلیشان است، وظیفه داخلیشان است، این امور خود خودشان و امکانات خود عملی بکنن. اگر حکومت ها و امکانات خود موضوعات درسی و تحصیلی خود عملی میکنن، در حقیقت حکومت ها استایستا میتونن که از لحاظ اقتصادی متکی به خود شوند و طالب ها باید این کار را بکنند، چون عواید داخلی که دارایی مردم افغانستان است این را باید بر مکتب و درس و تعلیم به مصرف برسانند، معلمین معاش خود بگیره، اساتید معاش بگیرن تا از این طریق بتانیم که مطمئن شویم طالب ها مصدر خدمت در عرصه علمی شدن. وقتی که طالب ها توجه نمی کنند و عواید هم به دستشان است، امکانات اقتصادی داخلی دارند، در پهلوی از اینکه کمک های بشری صورت میگیره،
در این قسمت است که مردم افغانستان هم نارضایتی از خود نشان میدن و اینا هم ناراحت میباشن و همیشه صدا بلند میکنن و از جانب هم دنیا متوجه میباشه که طالب ها نتانسته در امور داخلی خود مخصوصا در موضوع درس و تعلیم دخترها موفقیت به دست بیارن. به این نسبت است که این مشکلات مربوط بیشتر میشه به حکومت، بر حکومت بر سر قدرت، و باید حکومت متوجه مسئله باشه بدون از اینکه دنیا برش کدام فشار بیاره و یا تاکید بکنه، باید خود حکومت تلاش بکنه که مؤثر خدمت در همه ارسه مخصوصا در آقل پیکان، دنیا ولی ده حکومت سره چه کومه سونزه چه ده حکومت سره لری بیا در طولنیز مسائل لکه ده درس مسئله ده نور بشری مسائل دی ولی دوی په ده سیاست که داخله ولی دوی ده سیاست نه اندغه طولنیز مسائل او اندغه درسی و تعلیمی مسائل ولی جدا کوي نه ځکه که چرته دنیا ده حکومت سره سونزه لري خو ضرر ټول اندغه ملت ویني ولی دغه مسائل د سیاست نه جدا کوي نه تر څو دې ته بېله پاملرنه وشي د دنیا لخوا او افغانستان تقریبا دلته څلور لسیزې جګړه وه او د جګړو په لحاظه نشي توانېدلی چې دلته سمه خلک زده کړه وکړي او ښوونځی ته سم لاړ شي چون اوس یو نسبي امنیت راغلی په څلور دېرش ولایتونو کې امنیت خوندي دی ولې متاسفانه اوس دغه د تعلیم مسله دی که نوره بشري مسایل دي دا ټول په سیاست کې داخل شوي ولې دا د سیاست نه جدا کوي نه چې تر څو خلک په خپله وتوانېږي زده کړو ته هم دوام ورکړي او دا کومه اندېښنه چې نړیوال لري دې ته هم نوره د پای ټکی کېښودل شي. ای باز هم بر میگرده به خود طالب ها. ببینید در شرایطی که افغانستان در مدت طولانی جنگ در کشور روان بود، ما متاثر از جنگ ها بودیم، اما بخش های جامعه متاثر از جنگ بود. حال که طالب ها قدرت رسیدن و ادعای از ایره کردن که ما افغانستان با وجود میاریم و ادعای از ایره کردن که به مردم خود به طور عادلانه خدمت میکنیم، ولی متاسفانه که هنوز مشکلات زیاد است و شکایت زیاد از عرصه خدمت بر مردم میرسد. به جهان و به تمام دنیا صدای مردم بلند شده که این خدماتی که مردم افغانستان میخواهد انجام نمیدن. جامعه جهانی متوجه مسئله میباشه. شما میفهمین که دنیا کشورها با هم مثل یک زنجیر ارتباطات دارند و هرگاه یک گوشه یک کشور و یا هر کشور، افغانستان است یا سومالیا هست یا میانمار است، هر کشوری که در اونجا مشکلات و پرابلم زیاد می باشد، دنیا متوجه از اون کشورها می باشد. می بینن که آیا در اونجا حقوق بشری تخطی شده، نقض شده، چقدر مردم زیر فشار است، آیا ظلم و ستم را در اینجا وجود داره، حکومت دکتاتورانه عمل می کنه. کلی موضوعات حکومت دنیا مخصوصا سازمان ملل متحد مورد مطالعه خود قرار میده و متوجه هست که آیا اگر چنین یک گروه بر سر قدرت آمده در افغانستان و ای تانسته که حداقل سیستم حکومتداری و نظامی را که در اونجا باید به حیث یک حکومت عمل بکنه تشکیل داده یا نه. متاسفانه که انوز حکومت قانونمند هم نشده، انوز حکومت سرپرست است، اصلی هم نیست و هنوز نتوانستن که حداقل سیاست داخلی و خارجی خود اینا اعلان بکنن تا دنیا متوجه شود که در این گوشه از جهان که افغانستان است کار بر اساس نظام سازی صورت میگیره و حکومت بر اساس قانون و مقررات عمل میکنه. ولی آنچه که خاص جهان است و کنوانسیون های بین المللی وجود داره، قوانین بین المللی هست، مطابق از او عمل صورت نمیگیره. و این نسبت است که اونا تلاش میکنن که مسائل بشری را در افغانستان زیادتر تحت کنترل خود قرار بدن و خدمات بر مردم انجام بدن، ولی حکومت متاسفانه که متوجه امور داخلی مسائل ملکی نیست چندان و متوجه از این هست که چگونه بتونه کمک های بشری را از دنیا جلب بکنه و فقط حکومت خود طوری که خودش میدانه و پالیسی های خودش است اینا ادامه بدن. اما به این شکل حکومت داریم مشکل مردم از زیاد می سازه و روز تا روز اقتصاد مردم بسیار زیاد ضعیف می شه. وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار خراب است، مخصوصا زنها بسیار وضعیت بد اقتصادی دارن،
زنایی که کار میکردن فعلا بیکار هستن، عواید ندارن، معاش ندارن، حتی اکثر از اینا سرپرست خانواده های خود هستن، یتیمدار هستن، معلولدار هستن. اینا همه مشکلات است که دنیا متوجه از این مسئله میشه. ما بخش سیاسی شو اگر جدا کنیم، در بخش بشری متوجه میشن که در اینجا بخش از جامعه بسیار زیاد از لحاظ اقتصادی بسیار وضعیت خرابی دارن. به این نسبت است که دنیا تلاش میکنه تا طالب ها را متوجه بسازن که در امور داخلی خود تغییر به وجود بیارن و سیاست خود را به گونه اینا تنظیم بکنن که مردم افغانستان از سیاست های از اینا به گونه مثبت مستفید شوند. اما متاسفانه تا به حال آن طوری که لازم هست کار صورت نگرفته. اگر در مورد امنیت هم بگوییم، در اواخر بسیار زیاد امنیت هم خوب نیست و انفجاراتی که در کابل صورت گرفت، مخصوصا که کانونهای علمی مورد حمله قرار میگیره، اینا کلش تاثیر منفی خود بالای حکومت طالب داره و دنیا متوجه میشه که گروهی که نتونه امنیت بگیره، گروهی که نتونه وضعیت اقتصادی کشور خود تقویه بکنه، گروهی که نتونه زنان کشورش اجازه درس بده، با همین نسبت است که باز دنیا فشار بیشتر میره، تحریم ها را زیادتر میکنه و شناخت هم صورت نمیگیره. و این فشار چیست؟ بالای مردم افغانستان است. اون مردمی که در داخل افغانستان است، کار ندارن، نان ندارن و تمام فشار که بین جهان و طالب است، مردم افغانستان او را متحمل میشه. اغلب پیکان تسول جهان غواړي چې دوی تغییرات ځان کراولي. سنه او تغییرات دی باید سنه او تغییرات په دوی کراشي په دې حکومت کې اوسنی حکومت کې ترسو نړیوال هغه تغییرات دوی د منلو وړ وي او د نړیوال چې کومه فاصله دوی سره ایجاد کړي دغه فاصله له منځه لاړ شي او د کوم محدودیتونه چې پې لګولي دي او دا محدودیتونه ترنې لرې شي. اول خو ببینین امی مسائل حقوق اتبای خود اینا در نظر بگیرن. یکی از او حقوقی وارد است، حق درس و تعلیم است، حق کار است. ببینین زنها کاملا حسب هستن، حقوق سیاسی هست. این موضوعات وجود نداره فعلا در افغانستان و دنیا خواستار امی موضوعات است و امی چیزها را همیشه مطرح میکنن. اگر طالب ها در این سیاست های خود تغییر بیارن، در اون صورت دنیا هم نمیتونه که بیشتر فشار بیاره و میبینه که موضوع حقوق بشری و حقوق زنها، حقوق اتباعی جامعه تمام از این قانونمند شده، بر مبنای قانون یک حکومت شکل گرفته که مردم خود احساس راحت میکنند در او حکومت. ولی وقتی که میبینن وضعیت اقتصادی به حد خراب است که 95% مردم زیر فقر است، مردم اطفال خود به فروش میرسانن، اگر دخترها صدای خود به خاطر درس و تعلیم میکشن مورد لعنت و کوب قرار میگیرن، در این صورت است که سیاست تغییر نکرده و سیاست خود هیچ اینا تغییر ندادن. امید است که در همه هر ساحای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اینا بتونن یک تغییر مثبت در سیاست های خود بیارن و مردم افغانستان خوشنود باشن از اعمال و از اجراعاتی که نسبت به مردم میکنن. در این صورت است که دنیا دیگه انگشت انتقادش کمتر متوجه طالب ها خواهد بود. اغلی پیکان که بس سر طول که اوس اسلامی امارات په افغانستان باندې حاکم ده او د افغانستان واګې دوی په لاس کې دی، څه باید وکړي چې دغسې اندېښنې چې نړیوالې د افغانستان په تړاو لري، لکه مهمه موضوع د تعلیم موضوع ده چې یو حیاتي موضوع ده او د حکومت د لومړیتوبونو څخه هم شمېرل کېږي، او دلته که تېر کې جنګ اوس خو جنګ نشته دی، باید د تعلیم دپاره باید ډېره پاملرنه وشي ترسو د تعلیمي نظام لپاره کار وشي او دا کوم اندېښنه چې نړیوال د تعلیم په برخه کې په افغانستان کې لري دې ته پایټکه کې خودر شي او بالاخره داسې یو لاره پرانستل شي چې نړیوال بیرته دې ته واداره شي چې په افغانستان کې خپلو مرستو ته بیرته بیا دوام ورکړي او دا کوم وضعیت چې که په معارف برخه کې دی یا بشري نورو برخو کې دی دې وضعیت نه ووځي او نړیوال په عادي شکل باندې افغانستان سره رابط وساتي او دا کومې اندېښنې چې لري دا اندېښنې رفع شي. ببینین وقتی که یک نیروی میاید در یک جامعه قدرت به دست میگیره، این نیرو در همه بخش های خود باید برنامه و پلان داشته باشه. در مورد درس و تعلیم اینا باید تلاش میکردن در این مدت یک سال انکشافات در عرصه درس و تعلیم با وجود میامد، یک تحول با وجود میامد. افغانستان از 100 سال به طرف در اینجا مکتب وجود داره، درس و تعلیم است و دخترها و پسرها همه درس میخوانند. با وجود از اینکه ما
به حد اعلای دانش علم نرسیدیم به نسبت جنگ هایی که بود، به نسبت از نتواستیم خود ما بهتر سازیم و مصرفی داشتیم. اما آمدن خود باید یک تحول در این بخش می آورد، نه تنها در این بخش که بلکه در همه بخش ها تحولاتی که چشمگیر می بود و می تانست که قناعت مردم افغانستان در اول، در قدم اول، وقتی که مردم خودش قناعت حاصل بکنه و رضایت داشته باشه، باز انتقاد دنیا آنقدر مؤثر نیست، چرا که عوامل داخلی بسیار تعیین کننده هست. وقتی که بخواین حکومت را حمایت کنن، در اون صورت است که مشکلات حکومت کمتر می باشه. حالا می بینیم که وقتی نیمه از جامعه متضرر است و درس اجازه نمی تن، مکتب را باز نمی کنن، مردم آزرده هست، رضایت ندارن از این سیستم. اینا رضایتی ها نشأت میکنه به دنیا و دنیایی که میخواد کمک بکنه افغانستان دیگه نمیخواد کمک بکنه. باید منافع ملی خود و منافع ملی کشورها را این حکومت در نظر بگیره و مطابق سیاست خارجی که در آینده طرح میکنه با دنیا صحبت بکنه و راه حل مشکل افغانستان را جستجو بکنه. در غیر از او ما اینمی پرابلم ما ادامه پیدا خواهد کرد و دیگه ما نخواد تانستیم که رشد در هیچ ناحیه از زندگی مردم افغانستان در هیچ عرصه نخواد داشتیم. فهذا لازم است با در نظر داشت تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داریم، منافع ملی ما در هر حالت باید مطرح باشه و منافع کشورهای دیگه هم که متضرر نسازه منافع ملی ما را در نظر گرفته شده، در صورت است که مشکلات تا حد ممکن است که رفع شود. ډیره مننه آغلی پایکان کور مدام چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ. آباد اوسئ. تشکر. درنیدونکو را تاسو نه مننه. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارو.